بریم سراغ خبرهای ورزشی، شروع کنیم نتیجه که دیشب رقم خود در لیگ نخبگان، ببینیم با هم البته یه مروری میکنیم نتیجه دیروز، امروز، گذشته، حال، آینده. از صد که یک برسه پرسپولیس برد، العین 5-4 شد با الهلال، از شورته و پاختکور 0-0، از ریان 2-1 از الاهلی باخت، دیروز استقلال 1-0 از النصر شکست خورد، البس 2-1 القرافه رو تونست که شکست بده. جدول رو با هم ببینیم که با توجه به نتایجی که نمایندگان ایران گرفتن کجای جدول هم. الهلال که صدر 9 امتیاز، بعد الاهلی عربستان 9 امتیاز، از صد، النصر، البس، استقلال رتبه ششمو داره با 3 امتیاز، القرافه، پاختکو از شورته عراق و پرسپولیس که دهمه با 1 امتیاز که خوب نیست، العین و الریان هم 11 و 12 هستن. توی این جدول 8 تیم میرن مرحله بعدی که اتفاق خوبیه و بعد تیم اول با تیم 8، تیم دوم با تیم 7 همینجوری بازی میکنن. یعنی تیمای ایرانی باید جز 8 قرار بگیرن. استقلال که شرایطش باز بد نیست نسبت به پرسپولیس، یعنی خوبتره، در واقع 3 امتیاز داره، پرسپولیس 1. و حالا اینا 5 تا بازی دیگه فکر میکنم مونده باشه در رقابت‌های لیگ نخبگان که بازی سختیه. استقلال بازی بعدیشو با الهلال بازی میکنه، پرسپولیس با القرافه. و پرسپولیس دو تا بازی سخت داره، یکی با الهلال، یکی با النصر، که کار سختی، ولی خب میتونن جز 8 باشن به نظرم. یعنی میشه اومد جز 8، ولی خب چه فایده، بیا جز 8 دوباره باید با الهلال و النصر و الاهلی اینا بازی کنی که اونجا دوباره به مشکل میخوری. یه سوال بپرسم، اگر استقلال و پرسپولیس توی موقعیتی بیفتن که با هم مسابقه بدن، بله، شدن، این هم انجام بله میشه. بله. مرحله بعدی اتفاق خواهد افتاد. تو این مرحله گفتم اونایی که اگر از یک کشور اگر در اون بله، ولی مرحله بعدی اگه مثلا میگم پرسپولیس بشه 4 و 5 بشن مثلا، آره، با هم آفرین 4 و 5 بشن، باید یه دربی برگزار بکنن یا 3 و 6 مثلا. ولی خب بریم سراغ استقلال که آقای بختیاری زاده بعد از بازی دیروز که دیگه مسئول فنی بازی بودن، دیگه الان از این به بعد مربی آفریقایی استقلال خواهند بود، صحبت‌های خودشون رو انجام دادن، گفته که بازی خوبی بود، هر دو تیم دنبال گلزنی بودن، قدری نسبت به حریف عقب‌تر بازی کردیم، قدری که نه، ولی خب استقلال عقب بازی کرد و گفتن به دنبال ضد حمله بودیم، بجز یک صحنه که منجر به گل شد عملکرد دفاعی خوبی داشتیم. سید حسین حسینی روز خوبی رو داشت، سیوای خیلی زیادی داشت و کمک کرد که کمتر از 3 بار گل بخوره. دیگه همینه دیگه، یعنی با النصر و الهلال اینو بازی کنی این اتفاق میفته. حالا اینجا یه انتخاب هست، شما میخوای دفاعی بازی کنی به بازی یا میخوای حمله کنی به بازی، چون در نهایت میبازی، کدومش؟ این یه انتخابیه که به هر حال باید انجام بدن و بستگی به بازیکن‌ها و نفرات و شرایط تیم و اون استراتژی مربی دیگه. فوق العاده کار سختی بازی کردن مقابل الهلال النصر با توجه به بازیکنای خوبی که دارن، یعنی اونا اون بازیکنا رو نداشتن شرط خیلی فرق کرد، ولی خب حالا اونا هزینه کردن، رونالدو رو دارن، سادیو مانه رو دارن، لاپورت رو دارن، خیلی بازیکنای مختلفی دارن که میتونن کمک بکنن. سرمربی النصر آقای پیولی گفتن که وضعیت زمین و جو استادیوم تاثیرگذار بود، زمین برای ما خیلی خوب بود، یعنی اینی که ما دیدیم این ایدئال ماست. حالا ایشون عادت نداریم آخه، چه زمینی مد نظرش من نمیدونم، خوب بود، عادت نداریم، یعنی اگه میرفتیم زمین خاکی بازی میکردیم احتمالاً ایدئال تر بود، یعنی بیشتر میخورد به زمین خودمون. به نظرم باید میومدن قلعه حسن خان، اونجا میفهمیدن چجوریه، خیلی شرط تغییر میکرد اون موقع، میخواستن چی بگن راجع به زمین. ولی به هر حال به نظرم خوب بود، ولی خب گرما ظاهرا اذیت کرده هر دو تیم و شلجی بوده هوا دیگه. ولی گفتن که ورود تالیسکا تفاوت رو رقم زد که بله دیگه، بازیکن خوب داشته باشی میاد کارو در میاره دیگه. استقلال یکی دو تا موقعیت گیرش اومد که میتونستن اونا رو گل بکنن، میشد بهتر باشه، ولی خب نشد دیگه. خسته نباشید میگیم به تیم‌های ایرانی که در لیگ نخبگان حضور دارن. بریم سراغ سپاهان که سپاهان داره عجیب نتیجه میگیره. جدول سپاهان رو ببینیم، گروه سپاهان رو با هم یه مروری بکنیم که دیروز سپاهان 3-1 از شارجه باخت و الوحدات 1-0 استقلال تاجیکستان رو برد و با این نتایج شارجه اول، الوحدات دوم، سپاهان سوم و استقلال تاجیکستان چهارم. کسی فکر نمی‌کرد سپاهان در سطح دو آسیا اینجوری نتیجه بگیره. آقای مرایس گفتن که 3 تا بازی دیگه مونده، ولی اونا لیاقت برد رو داشتن، شارجه رو گفته، و گفتن که تمرکز و تلاش از خودشان نشان دادن، تیم خوبی هن. با سپاه این همه هزینه کرده دیگه، آقای مرایس شما دستیار مورینیو این همه سر و صدا دیگه، شارجه رو ببرین، الوحدات رو باید ببری، اینا رو دیگه باید ببری دیگه. و اینکه اینقدر راضیان از همه چی من نمیدونم از کجا میاد. توی سپاهان برعکس تیمای دیگه است، فقط مدیر عامل عوض میشه، مربی تغییر نمیکنه.
یعنی آقای مورئس هستن تحت هر حالت توی هر شرایطی که پیش بیاد ببرن مساوی کنن ببازن. آقای مورئس هست، کسی هم به نظرم نمیپرسه ازشون که چرا اینجوری سپاهان. این همه بازیکن خوب، شرایط خوب، امکانات خوب، هوادار، به نظرم سپاهان خیلی بهتر از اینا میتونه نتیجه بگیره، ولی خب تا الان اینکه این اتفاق نیفتاده. خبر بعدی اون در مورد وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دنیا مالی که در افتتاحیه خانه والیبال آذربایجان شرقی حضور داشتن، در مورد ورزشگاه یادگار امام تبریز ازشون سوال کردم، گفتم ما این آمادگی رو داریم که ورزشگاه یادگار رو واگذار کنیم به تراکتور، که این خیلی اتفاق خوبیه. آقای زنوزی این همه دارن زحمت میکشن، هزینه میکنن، ای کاش بیان و به هر حال یه ذره بیشتر هزینه کنن، این ورزشگاه یادگار رو بگیرن، امکانات بهتر، شرایط بهتر، چون واقعا هوادار دارن تراکتوریا و بازیاشون پر از هوادار، پر از تماشاگر، مخصوصا بازی مهم میشن که برگزار میشه و میتونن امکانات بهتری رو در نظر بگیرن برای این ورزشگاه، هزینه کنن که ان شاءالله این اتفاق بیفته. آقای دنیا مالی گفتن اولویت ما تراکتوره، یعنی اگر بخوام ما این ورزشگاه بهشون واگذار میکنیم و تراکتور هم که سطح دو با روشن تاجیکستان بازی میکنه، سطح 17:30. آقای اسکوچیچ هم که صحبت کردن گفتن که باید با جدیت بازی بکنیم، نه با دست کم بگیریم حریفو، و ای کاش اون تیم هندی هم حذف نمیشد، بازیهای گروه کلا برگزار میشد، ولی به هر حال این اتفاق افتاده و دنبال برد هستیم. تراکتور واقعا تیم خوبیه، کادر خوب، بازیکن خوب، و ان شاءالله که اون ورزشگاه یادگار هم بگیرن، امکانات خوبی رو در نظر بگیرن برای هواداره پرشور تراکتور. اما بریم لیگ قهرمانان. فوتبالی که میشه ازش لذت برد میچسبه، لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهیش برگزار شد، دورتموند و رئال. چه بازی بود، عجیبن غریبا، 5-2 رئال برد، کامبک زد. آنجلوتیه دیگه، کامبک میزن. الله الله، بازی یعنی این، فوتبال یعنی این، لذت، هیجان. 2-5-2 بشه، چه کیف. شما ندیدین بازی رو؟ الان گلاش هم دقت نکردین، جذاب به نظر من. دیدم یه چند تا گل دیدم، ولی خوشگل زدم خدای خودش قشنگ. وینیسیوس چقدر خوب شده. به عنوان آدم غیر فوتبالی وقتی از لحظه گل زدن بازیکن‌ها و اون نخبگی که خرج، واقعا فکر می‌کنم تو اون لحظه چجوری تونست اینجوری فکر کنه و گل بزنه. آره. به وجد میاد استعداد دیگه، به این توانایی که دارن. و بازی فوق‌العاده‌ای بود. آنجلوتی دیگه نمی‌بازه، دیگه قهرمانان به باز نیست. نتایج دیگر رو خدمتتون عرض می‌کنم که آرسنال 1-0 شاختار رو تونست شکست بده، استون ویلا 2-0 بولونیا رو برد، میلان 3-1 کلوب بروژ 3-1 کلوب بروژ شکست داد، یوونتوس از اشتوتگارت 1-0 باخت، پاریس سن ژرمن و پی اس وی هم 1-1 کردن. اسم تیم‌ها رو میگی؟ فقط اسم تیم‌ها رو. شاختار. شاختار. براتون جذابه؟ شاختار دونتسک. آ گلوب بروژ چی بود؟ بولونیا. آ بولونیا. چه می‌دونم پولو. اون یه چیز دیگه است. حالا داریم در مورد لیگ قهرمانان صحبت می‌کنیم. بازی امشب هم بازی بسیار جذابی میتونه باشه دیگه. بارسا و بایر مونیخ قراره که بازی بکنه، ساعت 22:15 پخش میشه بازی. نشست خبری بوده، برقا رفته. کیمیش، کیمیشو می‌شناسی؟ نه. کیمیشه؟ کیمیشه اگه بچا نشون بدن آقا باید کیمیشو ببینه. کیمیشه؟ کیمیش. نه جدی الان کیمیشه؟ جدی کیمیش. اسمش کیمیشه. ما یه فامیلی داشتیم بچه بود به کشمش میگفت کیمیش، ولی فوتبالیسته کیمیش. اینه؟ بله. برقا رفت، یعنی اونجا هم برقا میره. برقا از سطح نشست رفت، داشتن سوال میکنن خبرنگارا، با لبخند جواب داد. چرا؟ چون لبخند جذابه و دوست داشتنیه، ایشون هم لبخند داشت. و بعد برقا اومد، هیچ اتفاقی هم نیفت، فقط برقای ما نمیره، اونجا هم برقا میره، مخصوصا تو نشست. اینو خواستم بگم در جریان باشید که همه جا این اتفاق ممکنه بیفته، ولی کم میفته دیگه، زیاد نیست. کم افتادنم مهمه. تمام. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. ممنون، متشکرم.